دولت‌های گوناگون چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب به بهانه‌های مختلف حقوق اساسی و بحث حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. در 2 سال اخیر مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشر رو به طور کلی تحت الشعاع قرار دادن. وقتی خانم موگرینی که وزیر خارجه اتحادیه اروپا به ایران میره، باید درباره تمام مسائل هم سیاسی، اقتصادی و مسئله حقوق بشر صحبت بکنه. اونطور که آقای دکتر روحانی و آقای ظریف اشاره کردن تو صحبتاشون بر بهبود اومدن، من خیلی امیدوارم به این قضیه و امیدوارم که منجر بشه به آزادی سعید. مسئله حقوق بشر در ایران جدیترین خواست مردم ایران است و حقوق بشر هم صرفاً به آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی تشکیل حزب و تحصن و اعتصاب و حق تعیین سرنوشت محدود نمیشه، بلکه مسئله شغل، مسئله تأمینات اجتماعی، امنیت اجتماعی و همه اموری که به حوزه زندگی فردی و اجتماعی مربوط میشه و به حقوق اساسی اون مربوط میشه و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، اینها مسائل مهم حقوق بشری است. متاسفانه در ایران این مسئله هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و دولت‌های گوناگون چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب به بهانه‌های مختلف حقوق اساسی و بحث حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. در 2 سال اخیر مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشر رو به طور کلی تحت الشعاع قرار دادن، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین المللی. پس از انتخاب آقای روحانی وضعیت حقوق بشر نه تنها بهبود نیافته، بلکه حتی بدتر هم شده. برای مثال در 2 سال پس از انتخاب آقای روحانی نزدیک به 2000 نفر در ایران اعدام شدند که این حتی در کشوری مثل ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هم کم سابقه است. ولی با این وجود ما شاهد عکس العمل های جامعه جهانی نبودیم و ما امیدواریم که پس از توافق هسته‌ای مسئله حقوق بشر به موضوع اصلی گفتگوهای بین جامعه جهانی و ایران قرار بگیره. موسوی زندانیه، امشب شب شادیه. موسوی زندانیه، امشب شب شادیه. موسوی زندانیه، امشب شب در مرحله جدید که جمهوری اسلامی ادعا میکنه با جامعه بر سر برنامه هسته‌ای به توافق رسیده، به طور طبیعی انتظارات بسیاری هست که مردم به شکل نسبی حداقل بتونن به این حقوق خودشون دسترسی پیدا بکنن. آقای روحانی وعده‌های زیادی داد در 2 سال گذشته که پس از پایان دادن به مسئله هسته‌ای روی کرده درونی خواهد داشت و به تعبیر خودشون حقوق شهروندی رو رعایت خواهند کرد. این مطالبه بالاست. جامعه جهانی هم من فکر میکنم در وضعیت کنونی داره نگاه میکنه به ایران که ببینه پس از حل مسئله هسته‌ای درباره
مهمترین موضوع داخلی که البته به مسائل بین المللی هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی مسئله حقوق بشر چه عمل کرده خواهد داشت؟ چون میدونیم بسیاری از این تحریم هایی که الان علیه جمهوری اسلامی وضع شده مربوط به حوزه حقوق بشر هست، و مهمتر از همه این که مردم ایران به آگاهی بسیار بالایی دسترسی پیدا کردن درباره حقوق اساسی خودشون. و من فکر میکنم که مجموعه شرایط، مطالبات، تلاش ها و افکار عمومی در درون و بیرون کشور می رود که به یک جنبش مهم اجتماعی برای تحقق حقوق بشر در ایران تبدیل بشه و ایجاد بشه. امیدوارم که تمام تحریما، God willing, I hope that all the sanctions will be lifted and that we could also have social freedom. مهمه که مردم در داخل ایران مطالبات حقوق بشری خودشون رو مطرح بکنند. آقای روحانی در واقع با دو وعده اصلی به ریاست جمهوری انتخاب شد، یکی عادی سازی روابط با جامعه جهانی بود و یک وعده اصلی که من فکر میکنم باعث شد که خیلی ها به ایشون رأی بدن، وعده هاشون در مورد آزادی زندانیان سیاسی، مسئله حصر رهبران جنبش سبز و حقوق شهروندی بود که متاسفانه در این زمینه هیچ گامی برداشته نشده و از این به بعد مردم باید این مسائل رو مطرح کنند و ما هم در صحنه بین‌المللی همین مسائل رو مطرح خواهیم کرد. ببینید، وقتی یک وزیری به ایران میره، وقتی خانم مغرینی که وزیر خارجه اتحادیه اروپا است به ایران میره، باید درباره تمام مسائل هم سیاسی، اقتصادی و مسئله حقوق بشر صحبت بکنه، برای اینکه حقوق بشر یک موضوع جهان شموله. خانم مغرینی وزیر خارجه اتحادیه اروپا است. در اساسنامه اتحادیه اروپا، در مقدمه اساسنامه، مسئله اعتقاد و تلاش ها و کوشش های کشورهای اتحادیه اروپا برای اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که یک همون اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، چند سال بعد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. یعنی کشورهای اروپایی این اصول و این موازین رو به عنوان اصول پایه‌ای دموکراسی در کشورهای اروپایی شناختند که باید در تمام کشورهای اروپایی مورد رعایت قرار بگیره. وقتی که نخست وزیر مجارستان قانون رو بخواد تصویب بکنه که برخلاف این موازینه، تمام اتحادیه اروپا به طرح این قانون اعتراض میکنن. 3 روز قبل از انجام این توافق ما یک اطلاعیه دادیم و اونجا اظهار تأسف کردیم که چرا مسئله حقوق بشر هم جزء موارد مورد گفتگو و بحث در این مذاکرات بین 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و جمهوری اسلامی ایران نیست. خب به مجرد اینکه این توافق هم صورت گرفت که ما همون موقع اظهار خوشحالی هم کردیم، به خاطر اینکه گفتیم ما مخالف این محدودیت‌هایی بودیم که برای مردم ایران به وجود اومده بود، زندگی مردم ایران رو سخت کرده. ولی می‌بینیم که الان وزرا یکی بعد از دیگری به ایران میرن، وزیر خارجه اتحادیه اروپا به ایران میره، وزیر خارجه فرانسه به ایران میره، نفر دوم آلمان یعنی هم وزیر اقتصاد و هم معاون صدر اعظم به ایران میره، و تا اونجایی که ما خبر داریم، یعنی ممکنه در گفتگوهاش رو این مسئله مطرح شده باشه که باعث واقعا خوشبختی ماست، ولی وقتی هیچ اطلاعی، هیچ خبری رو در گفتگوهاشون، در مصاحبه‌هاشون مطرح نمی‌کنن، اینجاست که ما میگوییم چطور ممکنه که مسئله حقوق بشر اصلا به کلی نادیده گرفته بشه و اینها فقط میرن ایران برای تجدید روابط بازرگانی دیپلماتیک. حالا که توافق اتمی تقریبا داره به سرانجامی میرسه و به احتمال زیاد در کنگره آمریکا هم تصویب میشه، این خطر تحریمات برداشته میشه، باب مراودات اقتصادی تا اندازه باز میشه، سپرده ها آزاد میشن، سرمایه گذاری درست میشه. حالا ما میخوایم ببینیم که روشنفکرها چه نقشی میتونن بازی کنن. آیا باید کماکان به دنبال تایید توافق هسته‌ای
یه جوری مجیزگوی دولت کنونی باشن و سعی کنن صدای انتقادی خودشون رو خاموش کنن، یا اینکه نه الان وقتش هست که فشار بیارن و سعی کنن از پایین، از جانب جامعه مدنی، تشکیلات صنفی یا سیاسی آزاد و مستقل بتونن خواسته هاشون رو مطرح کنن. به نظر میاد که الان یه جو محافظه‌کارانه‌ای در ایران حاکم هست و همه سعی میکنن که بگن شما فعلا جو رو سیاسی نکنید، اجازه بدید آقای روحانی کارش رو بکنه. و در نتیجه این سیاست سازشگرانه و کنفرمیستی، روشن فکر را عملا شدن به مجیزگوی قدرت، یعنی کسی مجاز هست که خودش رو به نحوی آویزون کنه به قدرت، به سازمان‌های مستقل، به روشنفکران کانون نویسندگان اجازه نمیدن تشکیلات خودشون رو داشته باشن، ولی ازشون بهشون دعوتنامه میدن که بیاید توی مراسم آیینی و مذهبی ما شرکت کنید و پشت سر آقا نماز بخونید. یعنی کسی میتونه مجاز تلقی بشه که خودش رو به نحوی به قدرت آویزون کنه. و به این میگن جامعه مدنی، به این میگن توتالیتاریسم. و همین رو میشه در مورد انجمنهای صنفی معلمان گفت که دست دسته میگیرن، دستگیرشون میکنن، راجع به کارکنان بیمارستانها، راجع به کارگران، و صدای مستقلی از جامعه مدنی بلند نمیشه. محافظه‌کاری در میان طبقه متوسط الان رایجه، به این دلیل که فکر میکنن آبها رو نباید متلاطم کرد و کشتی که کابینه آقای روحانی تشکیل میشه باید آروم جلو بره. و همه تاکیدها روی علامت دلار هست که قرار هست سپرده ها آزاد بشن، سرمایه گذاری آزاد بشه، و گویی که این نهایت و سقف خواسته های جامعه مدنی هست. من خیلی خوشحالم که توافق هسته‌ای ایجاد شده. خیلی بر مردم ایران خوشحالم اول از همه، و امیدوارم این توافق هسته‌ای راهی رو باز کنه که برای تمام زندانیهای سیاسی و امنیتی، به خصوص برادر خودم، که ایران به دنیا نشون بده که داره میخواد تغییر بکنه. همونطور که آقای دکتر روحانی و آقای ظریف اشاره کردن تو صحبتاشون بر بهبود اومدن، من خیلی امیدوارم به این قضیه و امیدوارم که این منجر بشه به آزادی سعید. به خاطر اینکه سعید همونطور که گفتم الان 7 ساله توی زندانه. ما قبلا میخواستیم که بررسی بشه، بررسی مجدد بشه پرونده، ولی الان تنها چیزی که ما از دولت جاری میخوایم این هستش که سعید رو آزاد بکنه. سعید ملک‌پور برادر من الان 7 ساله که زندانه و 5 سال از این 7 سال توی انفرادی بوده. سال گذشته منتقل شده به بند عمومی به بند 4 و الان حدود یک هفته یا دو هفته است که منتقل شده به بند 8 که بیشتر زندانی امنیتی اونجا هستن. و توی این توی 5 سال، توی اون 2 سال اول که توی زندان بود تحت شکنجه های جسمی و روحی فراوانی قرار گرفت که باعث شد که علیه خودش اعتراف بکنه جلوی تلویزیون. و تنها مدرکی که جمهوری اسلامی علیه برادر من داره هم اعترافات اجباری هست که جلوی تلویزیون گرفته شده ازش، و غیر از اون هیچ مدرک دیگه ای نداره علیهش.